تراسی والان و شمارش های رادی آقا در ادامه قوانین ریبیت، اگر نیاز داره که قرض بگیره از رفیقش، آسوره که پیشا پیش برای او یه هدیه بفرسته به خاطر که بعد از او به او قرض بده. میگه آقا مثلا من از رعوبه میخوام قرض بگیرم، اینم که خب نمیخوایم نزول بدیم بگیریم، پیشا پیش بیاد یه سکه به آرازادی بفرسته به نسبت اون چیز قرض، بعد بیاد میگه که خب حالا 10 میلیون داری به من قرض بدیم مثلا برای 2 ماه پیشا پیش، این میشه ریبیت مقدمه، نزولی که پیشا پیش داده شده. و مثل همون حالتی که گفتیم اومده پول قرض گرفته، هیچ صحبتی هم در مورد بهره و فلان اینا نبوده، اما آخر سر بعد که پولو برمیگردونه میاد حالا یه هدیه کادو روش میذاره، این ریبیت مؤخرت بود، ریبیت تأخیری بود. این یکی حالتش ریبیت مقدمته، نزول پیشا پیشه و هر دو حالت ایسور داره، ایسور ربانانی داره و مجاز نیست که چه این کاری انجام بده. همینطور مجاز نیست که بگه به رفیقش تو مثلا 10 میلیون این ماه 100 میلیون این ماه به من قرض بده، به جاش من ماه دیگه 100 میلیون بهت قرض میدم. در مقابل این که تو از من بهره نگرفتی، بهرهشو من اون شکلی برای جبران میکنم در واقع، که این هم نظر ریبیت محسوب میشه و از ربانان آسوره. هر ریبیتی که از ربانانی هست که ایسورش از ربانانه، یه استثنایی داره، چون در تورا در مورد ریبیت گفته شده آیخا، یعنی دو نفر فرد عادی که میخوان به دیگری قرض بده و قرض بگیره آسوره. پس اگر موردی باشه که پول قودش باشه، اون مسئله ریبیت بهونه از تورا نداره. به همین خاطر تو مواردی که ربانانی هست، مثلا جنسی رو میده بعدن همون میزان جنس رو پس میگیره، با وجود که ممکنه قیمت جنس بالاتر رفته باشه، یا پیشا پیش کادو میده یا دیرتر مؤخر کادو میگیره، همه اینا گفتیم بسیار ربانانی داره. در مورد ریبیت های ربانانی مجازه که این کار انجام داد با پول قودش، پولی که مال یتیماست، حالا صغیر هستن کسی رو ندارن، یک کسی به عنوان قیمشون این کار انجام میده، پولی که مال ترموتوراست یا پول کنیساست یا پولی که برای سعودای شباته که مثلا به انیم غذای گرم میدن یا سعودای میسواست، صداقا، یعنی هر موردی که موضوع میسواست و شخصی حساب نمیشه به جز مال یتیما که حالا اونم کسی رو ندارن که در واقع خودشون توانایی رو ندارن که کاسبی بکنن با مالشون دست قیم هست، مجازه که اونها رو قرض بدن به شکل ریبیت ربانانی. با این حال میگه تو هر دیقاره در چنین حالت هایی هم بیاد چه تاریسخا بنویسه سند مشارکت، دیگه شک و تردی هم نخواد. با وجود که گفتیم از اصل دین چون پاسخ تورا نسب دو نفر فرد عادیه، نه پول قودش، این ممنوعیت ایسوری نداره. آسوری که آدم قرض بگیره با نزول ریبیت قصوصا، ریبیت قصوصایی که میگه یعنی نزول بریده شده و قطعی که نزول توراییست، که همون حالتیست که میگه آقا مثلا 100 میلیون من ازت قرض میخوام، چقدر از من میخوای؟ میگه در ازای 100 میلیون مثلا چه میدونم 5 میلیون میخوام، چه این که این 5 میلیون رو بعدن میگیره، یعنی میشه 100 میلیون و 5 میلیون 105 میلیون پس میده، یا پیشا پیش 5 میلیون رو کم میکنه، 100 میلیون میخواد 5 میلیون نزولشه، الان کم میکنه 95 میلیون میده که در ازای اون مثلا ماه دیگه فلان 100 میلیون پس بده. هر دو اینها این ریبیت قصوص هست، ریبیت تورایی هست و آسوره که انسان قرض بگیره با ریبیت قصوص حتی برای نیاز کارهای قودش. حالا صندوق صداقا پول کم داره، لازمه که پول قرض بگیریم، حتی اگه فرد طرف مقابل محل شبات و فرسی هست، کسی که شباتو علنی و آشکارا جلو 10 نفر هم ایلول میکنه، که با وجود که گفتیم در اکثر موارد قانونش مثل گوی هست، با این حال گفتیم اونم رو گناهکارتر از این بیشتر از این نمیکنه، واسوره که
ازش نزول بهش قرض گرفت و نزول تورای بهش داد. حتی وسیله شالیه این مورد آسوره. باز همین نزول تورایی که سور تورایی داره، فردی حالا چون هم ناچار بوده پولا رو قرض گرفته، نزول هم داده، بعدن اگه رفت شکایت کرد به دین، در جایی که به دین قدرت داره، قانونا میشه این میزان نزول رو پس گرفت از نزول خوار، که حتی اگه قبلا پرداخته قرض گیرنده اصل پول رو با اون بهره اضافهش میتونه ادعا بکنه نسبت به قرضنده در بدین و این پول رو، پولی رو که به عنوان بهره گرفته ازش پس گرفت. اما در موردی که عواقبیت یعنی نزول ربانانی بوده، اونجا دیگه اگر پرداخت کرده وسیله بدین قابل بازگشت نیست. هرچند که خود فردی که نزول گرفته، حتی نزول ربانانی اگه میخواد که در پیشگاه خداوند هم پاک و برا باشه، خیابی که برگردونه. در مورد ریبیت هایی که باز گفتیم بسیار ربانانی داره، مثل ریبیتی که پیشاپیش مقدمت پیشاپیش یه سکه طلای میفرسته که بعدا میخواد قرض بگیره، یا مؤخرته، حالا قرض گرفته پولا رو پس داده، هفته بعدش کادو درست حسابی برای طرف میفرسته، اینها در بدین قابل بازگشت نیست، چون که حالا گواهی و شهودش و اینها و اصولش ربانانیه و حتی از بحث شامعیمی هم لازم نیست که برگردونه. کالایی که این مورد حالا زیاد پیش میاد، به خصوص تو بازار روش معمول هست، اگر فروشنده و خریدار هر دو یهودی هستن، باید توی مورد دقت بکنه. کالایی که یه قیمت مشخصی داره که فروخته میشه نقدی، 10 سکه، حالا 10 سکه رو شما بگو 10 میلیون، 100 میلیون، قیمتی مجازه که بفروشه اون رو به صورت مدتدار، مثلا به 12 سکه. به چه شرطی؟ که بیان نکنه که آقا این 10 سکه است، اگه میخوای 3 ماهه بخری 12 سکه. توی این مشخصه که پس به خاطر 3 ماه تأخیر در پرداخت، نزول 2 سکه رو داره میگیره. بلکه به این چک عنوان میکنه که آقا این جنس رو طرف مقابل رو خریدارش رو میشناسی که آقا همیشه مدت دار میخره، میگه آقا این جنس رو ما به شما میفروشیم 3 ماهه یا 6 ماهه 12 سکه. طرف راضی شد به خریدن، میتونه حالا اون موقع بعد از این اینوری دنده عقب بگه که اگر شما نقدی پرداخت کنی ما 2 سکه تخفیف میدیم. تو تخفیف دادن هیچ ممنوعیتی نداره، انسان یه جنسی هم داره حقیقتاً قیمتش 100,000 تومنه، حالا پول نیاز داره میخواد بفروشه 80,000 تومن، این که اصول نداره که، یا دوست و رفیقش میخواد قیمتی که خریده بده تخفیف بده، اینا هیچ کدوم ممنوعیت نداره. اما بیشتر گرفتنه بحث نزول پیش میاد و اصول میشه. به همین خاطر پس اگه بگه نقدی دسته که مدتدار 12 سکه که از اصول تورا گذشته، اما اگه برعکس اون هست که آقا میگه من اینو 3 ماهه به شما میدم 12 سکه، اما اگه نقدی بخری تخفیف به شما میدیم 10 سکه به شما میدیم، این شکلی اصول و ممنوعیتی نداره. چون این روال امروز حالا بازار هست، و بدونه که اگر خریدارش اسرائیل هست باید به این شکل رفتار بکنه. روبنی که چکی داره از شمعون، آره شما پول قرض گرفته خرید کرده، هر شکلی دیگه چک داده به روبن و زمان بازپرداختش مثلا 3 ماه دیگه است، 6 ماه دیگه است، الان خود روبن به پول نیاز پیدا کرده، مجاز جناب روبن که بیاد این چک رو به آقای فرد ثالثی مثلا آقای لوی بفروشه، این چکی رو که مثلا 100 سکه بوده به 95 سکه. باز گفتیم مثل روال عرض دیگه است، شما جنسی رو داری قیمت مشخص هم حتی داره، اول که پول لازم باشی خیلی وقتا حراج میزنی، چوب تخفیف میزنی بهش که آقا بیا، چرا که به پول نیاز داری. اینجا هم درسته که این چک 100 سکه میارزه، اما کی نقد میشه؟ 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه، و الان من پول نیاز دارم. در میخواد داره مجازه که بیام این چکو بگم آقا شما حاضر این چکو بخری، من اینو 95 سکه میفروشم 90 سکه میفروشم،
در واقع یک کالایی رو دارم با قیمت ارزونتر میفروشم و این ایستور ریبیت بهش نمیخوره. با وجودی که حالا بعدن لویش 6 ماه دیگه 90 سکه از من خریده، بعد میره 6 ماه دیگه 100 سکه نقد میکنه. این دقیقا مثل جنسیه که من حالا شرایطی پیدا کردم ارزونتر خریدم، بعدن گرونتر میفروشم. و کاخ گفتیم عوض بشه مد میشیم اون و فیلم های شتار. خوب و حتی اگه این چکه مال فرد غیر یهودی باشه که مثلا روبن پول قرض داده بوده به یه غیر یهودی، به آقای الکسی 90 سکه داده بوده، مثلا چک 100 سکه ای گرفته، تو حتی چک هم نوشته شده که این در ازای بازپرداخت قرض و سود آن هست که از یه غیر یهودی آقای الکسی گرفته، میتونه باز همین رو به یه سایر دیگه انتقالش بده، به لوی بفروشه این رو و لوی حالا بعد از 3 ماه 6 ماه وقت که سررسیدمون شد کل پول رو تحویل میگیره و ایرادی بهش نیست. و اگر یه قرضیه که شفاهی بوده، دو تا اسرائیل هستن با هم دیگه دوست هستن، روبن به شیمون پول قرض داده که 2 ماه دیگه بهش بده و الان خود روبن به پول نیاز پیدا کرده، خب اونجا دیگه بحث نزول نبوده دیگه، مثلا 100 میلیون داده که 2 ماه دیگه 100 میلیون پس بگیره، میتونه یا آقای لوی رو پیدا بکنه بگه آقا من طلبی رو که از جناب شیمون دارم که حالا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه است 100 سکه 100 میلیون، من به شما 97 میلیون 95 میلیون میفروشم و ستایی باید رو در رو باشن. به آقای شیما میگه آقا پولی که قرار بوده به من بدی رو دیگه بده به آقای لوی. این میشه محمد چلوشتان. این توی خرید و فروش معمولی هم هست که به هر شکلی من جنس فروختم به آقای شیما پول ازش طلب دارم، بعد از آقای لوی جنس خریدم، میتونیم اینجا رو در رو بکنیم، به آقای شیما بگم که آقا بدهی که به من داری رو به جای که به من بدی بده به آقای لوی، و این شرعاً و قانوناً قابل قبول است. اصطلاح علاخایش این است که معمد چلوشان در حضور ایستادن جایی که عرصه حضور ایستادن و به این شکل اون رو انتقال بده. و الان آقای روبن در جا پول نقد از لوی میگیره، حالا یه میزان کمتری، و بعداً لوی پول کامل رو از شیمون دریافت میکنه. باز این بحث ادامه داره که بذارشم فرصت بعدی خدمتتون میگم.